به نام خدای مهربان، قدمتون بالای چشما، بسیار خوش آمدید. سلامت باشید. ما را افتخار بخشیدین دم پس پیام. همه دوستایی که می آید، یعنی یک برنامه که شما دارین، یک تشویق است برای پیرمردا و بخش جوانا و بخش بسیاری دوستا لذت میبره. این حال اگر شما از در رشته یا از در جایی که پستان کنید ما یاد داشته باشم، هرچند که پیرم شده، حافظه هم ضعیف شده شد، یک چند سخن همراهتان انشاءالله که حل مشکلات میشه صحبت میکنیم. فعلا سن شما در چند سالگی قرار داره؟ تخمین دیگه از 80 بال هستم. 82 باشم. اسم کامل شما چیه؟ اسم کامل ما به نام و اصلا کل مردم از یک قهرمان میگه ماد ابراهیم. بله. ولی چیز ما یک چیز دارم که خدری میگه. خدری. خدری. بله قوم خدیر. بله. در این ترکمن یک قوم بسیار با عزت و خوب و زیادتر به نام خدری. بله. غیر از ورزش چی شغل دیگه شما داشتین؟ غیر از ورزش دیگه ما اونمو غریب کار بودیم. غریب کار بودیم که دوکان بوتل داشتیم در مرادخانی 65 سال. ورزش کی شروع کردی؟ چی سال؟ این ورزش که یک چی داره؟ یک علت داره که من با غلی مردان می آمدم مرادخانی دوکان داشتیم. بله. می آمدم سن ده 12 ساله بچه بودم یا زیادتر کمتر نگه من رو همی بچه های با غلی مردان از آره گفته اذیت میکرد. بله. غالی، قادیانی، شویه رافیزی، مشخور. بعد می آمدیم از یخن مادر خود، پدر خود میگفتیم ما که در کجا موشه خوردیم؟ ها؟ بله بله. خیلی چرا وا میگم اره؟ بله. خب، قادیانی چیست؟ یه غالی چیست؟ پس سانه ها فهمیدم که یک تعداد برادرها اسماعیلی ما را غالی میگن. بعد مولانت هایی چبلی دوزی بود دکان داشتن در سرای دیگه به اصطلاح خوب میگه بچه مال ما خو چی کنیم قد مردم جنگ میکنیم که جنگ نمیتونیم و مال ما خو این چی دارم خب وا که میگن و از روی از تعصب میگن اوقع قوم های از داره در کابل کم میامم مثالی ولی نیست حالی شکر الحمدلله که از گفته نمی که از اینجا بخی اینجا بشی خب نیست به پای تخت دنگه نگرفته الحمدلله که در کار و غریبی و در اخلاق و در همه چه شکر؟ آه آبرو دارن، نزد دارن، مردانگی دارن بعد می بود که یک شب ما را رستم ماما این بود او کمی شوق ورده شد باش مورد مثالی پالونی بود در چمن این دیوال استودیوم نبود بوریا گرفته به یک دو متر بلند زیادتر مردم تکت میگرفت و میگرفت رفتم در مسایل و از اون سوغان آمد سلیمان خیل میگو بسیار یک پالوان زبردست قوی کاکلاش داره اینجا بروتا و خیل این شعر پنجاب قایده هندوستان و پاکستان زیر اثر انگلیس بود آزادی خود را نگرفته بود. نمیتون میگفت که این پاکستانی است. بله. بله. این شهر پنجاب از اون خیز دامه دیر هم مردم چندول و وزیر آباد مرادخانی هم تا جایی که مردم شوقایتا آدم های که دمون سندو سال و دمون دوره بود این را آوردن مقابل سلیمان خیل خوشی گرفتن این سلیمان خیل شور خوردن این خوان سلیمان خیل این کاکلا و قیزک زده و گردنک زده پیش شاه محمود خان کاکای آلازت سجازم بود بله ها تعظیم کرد از اینجا آمد این مردم چندول مرادخانی خوشحالی و چک چک و به اصطلاح خیزک و برادرهای دیگه ما که طرفدار از او بود یا جگرخون او با یک گوشه جنگ ها می شده و ایدام می کنم گفت چی گپه چی گپه یه آدم هوشیار بود گفت اینه تو میگه نه خوانده گفت خیلی گاز میدان باز از سر ناوی رو کشتی انداختن این دفعه دو که زودتر خوان دیلا نمی کرد می گفت سعیس
درست است؟ نه برادر، اون از اموج مرارخانی و وزیلابات و چنده بود دیگه چک چک کده و خیزک زده خوشحالی کده آمانیم. ما وانا ما که خواهیدیم نواسیم بودم از او کده کتوتر یاد از اون در بود سر شوق شدم دیگه. بعد ماشه سن دو سال خود دو واقع مدانم که ما بودیم از گیری من 12 ساله بودی که در مرچیش رفتیم؟ تخمینم در دوازده ما عبده اجده بودم عبده اجده شروع کردیم. بعد از او بعد از بابا اجازه گرفتم گفتم من میرم پلوانی میکنم. یک آدم بسیار خوب بود خلیفه عبدالله میگو شاگرده اترامای اترامای در زمان امیر عبدالرحمن خان یا پادشاه قدیم ای بسیار کشتیگیر قوی بوده. از آجا کم پلوانی ها میامدم بازمی از آلگه قومه را میگو برین آتر را بگوین بیا آتر یک پنجه سخی در پشت چیزی بوده یا نظری بوده ای فضل خدا بعد از او این شاگردهای بسیار خوب داشته که عزیز رنگ زرد میگفته از چندول واسکت پروش بازی عزیز رنگ زرد بسیار درد داشته بازی همه خلیفه براد کرکر لازم دیده بوده این 34 سه طول داشته در زمان طول 3 نفر بله این سنیسته این در مردم در سهی لازم آمد که در سودو می آمد و قدیما یک ضربه میل هم ما داشتیم. از کدام قوم بود؟ او از همین چارده بود، از برادرهای تشیع بود. این چارده مردم خود ما و شما خدای رقواره مردم در سهی لازم آمد 34 سه این طول 3 نفر خب؟ بله عمل تو دست نیستی؟ بله بله داده شاید 11 12 باشه 11 بونیم یه خلیفه براده چی عزیز رنگزد شاگرد گرفته بوده خرچ و مصرفش میداده بادی را کیانی کسی مرا قایب و قیدت نبوده که مثلا مثالی پسانه باز وزن برآمد نه یه قصاب با اینو ملالی و وزن برآمد و قایتا هر کس که خدا کس صدا میکرد بیا دیگه گز و میدان ما هم کشتی زیاد گرفتیم از خود کلان 10 کیلو 20 کیلو 30 کیلو کمتر همه قمه فهمدیم که از این انشاءالله میبرم استخاره میکنیم بعد از اون پیسان بسار چیز نه هم اجاره دار مرا میگو بیا این 5000 بگی زیاد بگی کم بگی 5000 لغه چقدر پیسا بود ولی ها در 50000 ریالی خب خلاصه فضل خدا دواگو زیاد داشتیم بله آه کشتی گیر چند سال اونجا رفتی در اون کلب؟ در اون کلب کلب خود ما بود کلب جور کردیم یک مدت کلب خلیفه عزیز رنگزر بود و یک کنیم دو سال اونجا رفتیم باز پیش خلیفه براد اونجا رفتیم اگه دو سال سه سال بعد از باز خود ما کلب ساختیم بنامه چی؟ کلب میوان میوان ایران آقای بلخی خدا رحمت بده آه راستی من در زیارت بلفظ آقا لد میکرد پدرم آقای بلخی زیارت آمده بود تو با بیم دشه گرفت یک کمردبند داد چرمی و قدر و چرا میزنی بچه تا گفته ای این خیلی جانش رفتم پلوانی میکنه کجایی در پلوان میمونه و بچه در مطب شندی گفت نه آدم غریب و مطب آتم تون بود گفت خود چی گفت خود خلاص نشد و بیشی بیا اینجا دزاره تبالفز آقا میجا گفت شگر رفت شد گفت بچه قمار میزن گفت نه قمار خود نمیزنه خب باورم ملامت کرد آقای بلخی و بچه نوازش گفت ورزش گناه نداره گفت نه آقا صاحب یک جایش مشکنه راست میگفت آدم یک پادمانی گردن آدم دست آدم بله. کمر آدم فکرت هست قبرقه آدم بسیار ما شاگرد های اوگار شده این اول گوش کنیم بینی کنیم خب بعد صورت باز نشد باز بابا را گفتم من کار میکنم به شرط زی که من را در پادمانی اگر در پالون نمیمونه من میگرد میل میگرد کارم نمیکنم خوشم که دیگه بعدی بیچاره خدا رحمت کنه پدرم مرا گرفته بود مرا سخی جان دعا کرد دوازده امام هم بود یک زیارت دوازده امام هم دارد دالما نوستو که بود پنجی شاب بود زیارت بلفز دوار بود بیچاره دعا کرد یک رو دیدم که یک خلط بادام ها گرفت یک دو سیر بادام ها بود بگی تون بود پدریم انداختم اجا پالوان کجای در پالوان این اقای جانی پالوان او رو دلش میسخت کمی کمر ازی گردن ازی پای ازی بله
بچه هم یک دانشجویندی بخش ما وزی بره که یک بودلگه خانگلی تو در قصه گره گوش میکنی بود این خوب کنی از ما کنی تشکر باشم خب بیچارم مارو بخه خب مارو گرفته بود در جویشی در غسل داد با دوست بودم زیارت ها گشتم خلاصه اول زیارت سخی جان بود باز دوازده ایمان بود باز پنجه شاه بود شاه شهید بود آخری زیارت ابو الفضا بود بیچاره دعا کرد او را بچه حالی کس گفت نمیشه دیگه آه زامن چه خب مخوری بادام دیدم که روز یک خلطه بوجی بادام یک دو سری از یاد کم بود یه را آورده بگه خب بگه بادور شیره میکشتیم بود یک قسم شیره کشی بادام باشه میده قده باز قده شیر یا قدوی زردک یا قدوی سیب بابا ما را بخی که بودیم تون بود ما را گرفته بود در زیارت ها دعا کرد ما را به چال دنگ نمیشه دیگر پالونی کن یک روز دل بادام آورده یا دل گوشتی خوب بود چیزایی که خوب خوب بود میاد پیش ما بنداد بکر بگه اگر یه دوکان موتل داشتیم مجموعات خانی